خانه دوست، رواق منظر چشم من آشیانه توست، کرم نما و فرودا که خانه خانه توست. یاران، مهرامیزترین درودهای من را بپذیرید. امروز شنبه دهم ماه اکتبر 2009 میلادی برابر با 18 مهر ماه 1388 خورشیدی است. من هما سرشار هستم و سرافراز و خرسند که در این روز تعطیل از این ساعت تا ساعت 9 بامداد، استثنان امروز ما یک ساعت در خدمت شما هستیم در 670 AM KIRN 670 AM رادیو ایران، همراه با سینا و یاد کارگردان فنی برنامه با شما خواهیم بود. هرچند که وقتمون کمه، ولی خود شما میدونید که در هر شرایطی که باشیم خونه رو برای شما آب و جارو کردیم و آماده، چای رم دم کردیم. بفرمایید تو ساعت اول رو سعی میکنیم با گفتگوهایی که از قبل تنظیم کرده بودیم پر کنیم. برنامه های دکتر الهی، خانم گلاویژ معتمدی و هادی خرسندی متاسفانه این هفته پخش نمیشه، به دلیلی که ساعت دوم برنامه‌مون رو رادیو لازم داشت برای برنامه پروفشنال آور یا تبلیغات برای گروه شمس. به اونا دادیم برنامه رو برای اینکه عزیز پرده کردشون رو بیشتر بازم بپرورونند. بفرمایید. خبر خب با شما بودم و در ادامه برنامه هم با شما خواهیم بود. بریم ببینیم هفته گذشته چه خبرهایی ما رو بیش از بقیه متعجب کرد، متحیر کرد، در فکرمون موند، در ذهنمون موند. آخرین خبر که دو روز قبل اعلام شد و خلاصه با حیرت بسیاری از جهانیان مواجه شد، اعلام برنده شدن جایزه صلح نوبل آقای باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا بود. به دنبال این اعلام خبر که برای خود او هم همراه با اعجاب بود، تعجب کرده بود و بسیاری از کادر کاخ سفید، بلافاصله در سطح جهان واکنش های متفاوتی راه افتاد در مورد اینکه چرا این جایزه صلح نوبل رو به آقای اوباما دادن امسال. هنوز او کار چنان مهمی نکرده برای اینکه مستحق این باشه. بسیاری این برنده شدن او رو یک رویداد قابل بحث دونستن. طرفداران و مخالفین دارن در این زمینه بحث میکنن. به همین دلیل هم فرصتی رو من مناسب دونستم که به جای اینکه با بقیه خبرهای هفته صحبت بکنیم، به سراغ یک روزنامه‌نگار بسیار نازنین ایرانی بریم که اخیراً از ایران خارج شده. آقای سینا داریم ایشون رو خط؟ فکر میکنم که آقای سینا دارن میگیرنشون. قرار هستش که با خانم مسیح علی نژاد من صحبت بکنم، روزنامه‌نگاری که برای کسانی که اهل دنبال کردن خبرهای ایران هستند، بانوی جوانی است که سالهاست قلم میزنه در کادر روزنامه‌نگاری و نوع کاری که میکنه و خبرنگاری که میکنه او رو یکی از شجاع‌ترین خبرنگاران جوان داخل ایران میشه به نام گذاشت. مسیح علی نژاد در مجلس شورای اسلامی ششم و هفتم خبرنگار پارلمانی بود و در سال 2005 اگه یادتون باشه ایدی 10 میلیون ریالی که به نمایندگان مجلس داده شده بود و در خبرگزاری ایران افشا کرد و جنجال زیادی آفرید و موجب شد که از مجلس اخراجش کنند و بعد از او در فعالیت خودش در روزنامه اعتماد ملی مقاله جنجالی به نام آواز دلفین ها نوشت که به محمود احمدی نژاد و رفتار مربیان تربیت دلفین رو تشبیه کرده بود و به عده‌ای هم اون رو نوشته رو توهین به رئیس جمهور اعلام کردن
موجب عذرخواهی مهدی کروبی مدیر مسئول روزنامه شد و بعد هفته نامه تایم درباره مقاله‌ای به نام عیسی در برابر احمدی نژاد در این باره مقاله مفصلی نوشت. در هر حال او اکنون از ایران خارج شده، مدتی در ایالات متحده اومد به سر و تلاش کرد که با پرزیدنت باراک اوباما مصاحبه بکنه که حالا بعد از خودش بپرسیم اگه پای تلفن باشه گیرشون آوری آقای سینا تلفنشون رو بعد عوض کنم یعنی میتونیم بگیرمشون؟ بله خیلی خوب. و در واقع اومده بودن برای اینکه با باراک اوباما مصاحبه بکنن و دارم خواهد باشون صحبت بکنم، ولی در روز 25 جولای 2009 در سان فرانسیسکو در روزی که روز همبستگی ایرانیان بود مسیح علی‌نژاد سخنرانی فوق العاده جالبی کرد و خطاب به حاکمیت ایران گفت 30 سال ما لرزیدیم اینک شما بلرزید. و همچنین کسانی که علاقمندن مصاحبه ها و برنامه های وایس آف امریکا یا بی بی سی رو دنبال میکنن در روز 29 ماه اوت هم مصاحبه با صدای آمریکا انجام داد مسیح علی‌نژاد که بسیار با شهامت در مورد مسائل ایران صحبت کرد. در هفته‌ای که گذشت جایزه معتبر آنا پولیتکاوایا رو پولیتکوفسکایا که یک روزنامه‌نگار روسی بود که روزنامه‌نگار مستقل روسی که کشته شد و سالگرد مرگش رو سالگرد ترور او رو به عنوان یک روز خاص برای او جایزه به نام او گذاشتن و این جایزه رو به زنانی که در زمین حقوق زنان کار میکنن در مناطق جنگی و خطرناک اهدا میکنن مسیح علی‌نژاد هم حضور داشت و سخنرانی کرد، چون امسال جایزه به کمپین 1 میلیون امضای زنان ایرانی داده شد، کمپینی که بسیاری از کسانی که اعتراض کردن از جمله واشنگتن روز نشریه معتبر واشنگتن پست نوشته ما منتخبمون برای جایزه صلح نوبل ندای ایران هست، Our Laureate ندا آف ایران. و بعد اعتراض کرده که چرا با آقای پرزیدنت اوباما دادن جایزه نوبل رو و بهتر بود که به جنبش جوانان ایران و ندا و کسانی که برای صلح این همه دارن می جنگند می دادند. و بعدم اشاره کرده که این کار جایزه نوبل رو به آقای اوباما دادن که در آینده کاری بکنه و در تا به حال که در زمینه صلح البته فعالیت کرده ولی آنچنان که در خور جایزه صلح نوبل باشه نه. در هر حال آقای سینا دارن کوشش میکنن که خانم علی‌نژاد رو باز بگیرن، یه ذره مشکل داریم چون در انگلیس هستند و مشکل خط تلفنی داریم، امیدوارم که بتونیم به موقع گیرشون بیاریم. ولی در مورد این برنامه‌ای که در لندن برگزار شد نهایتاً یک بانوی ایرانی به نام لیلا علی کرمی از سوی کمپین 1 میلیون امضا آمد و این جایزه رو گرفت. و جالب اینه که جایزه رو که اونها دادن و جایزه مقدار جایزه پولیش رو اون رو قبول نکردن و جایزه پولی رو اهدا کردن برای سازمان‌های زنان خیریه در خارج از کشور و فقط مجسمه‌ای رو که به عنوان یا لوحه سپاسی رو که بهشون دادن برای یادگاری به ایران بردن. این جلسه بسیار پرشوری بود و خیلی من دوست داشتم که با مسیح در این زمینه صحبت بکنم. گویا به نظر میرسه که کار مشکلی، شاید این کار رو برای هفته آینده بذاریم و بپردازیم به این چند دقیقه که مونده به خبرهای هفته گذشته. خبر مهم دیگری که در مورد ایران شنیدیم اینه که از خروج فاطمه معتمداریا و مشتبه میر طهماسب، دو تن از کسانی که برای شرکت در سینماگرانی که برای در پی دعوت آکادمی اسکار قصد داشتند که به آمریکا و لس آنجلس بیان تا در برنامه بررسی سینمای ایران در UCLA شرکت بکنن، از خروجشون جلوگیری کردند و نگذاشتند که بچه‌ها بیان به آمریکا. حالا معلوم نیست که اصلا کلن این برنامه قابل اجرا خواهد بود یا نه با اینی که تعدادیشون رو گرفتن، ولی در هر حال این اتفاقات همش قابل پیش بینی نیست دیگه. اتفاق مهم دیگری که هفته گذشته افتاد رفتن دانشمندان ناسا به کره ماه و انفجاری است که اونجا یک صخره بزرگ رو با دو موشک منفجر کردن و این انفجار برای این بود که پیدا بکنن که آیا آب در کره
ما هست یا نیست و هنوز پاسخ رسمیش اعلام نشده، ولی گفتن مثل این که نتایجش خیلی جالب بوده و این در کره ماه آب رو پیدا میکنند و علت این که این تحقیقات رو میکنند در واقع این هستش که میخوان بدونن انسان میتونه بره به کره ماه اونجا زندگی بکنه و خب نتیجهش هم که میدونی چیه، انسان بره تو هر کره زندگی بکنه بعد از مدتی کون کره را مثل کره زمین آلوده بکنه. دو سه خبر مهم هم دارم در مورد اینکه بسیاری از ما سوال کرده بودن در مورد آقای مشفق همدانی که هفته گذشته خبر درگذشتش رو دادم، نویسنده و روزنامه‌نگار بسیار مشهور ایرانی و پیشکسوت. قرار هست که روز 18 اکتبر بزرگداشت زندگی پربار او رو در لس آنجلس در مرکز نسخ از ساعت 5 تا 8 بعد از ظهر بگیرند که بزرگداشت یک زندگی پربار است و یاد بوده مشفق همدانی که از همه شما علاقمندان و طرفداران او خواهش میکنیم که در این برنامه باشید. برنامه مفصلی رو پیش بینی کردن که در مورد زندگی او و کارهایی که تا به حال انجام داده سخن خواهند گفت. در ضمن در هفته‌ای که گذشت 13 مهر سال روز مرگ فریدون فروغی بود، هنرمندی که برای بسیاری از ما خاطر انگیز بود موسیقیش و ترانه هایی که خونده، و امروز هم 17 مهر ماه مصادف با سال روز تولد استاد محمد رضا شفیع کتکنی، نویسنده، پژوهشگر، مدرس، شاعر و صاحب قلم پرنام کشور ماست که محمد رضا شفیع کتکنی در شهرستان نیشابور در سال 1318 به دنیا آمده و دوره‌های دبستان دبیرستانش رو در مشهد گذرانده و بعد هم مدرک کارشناسی خودش رو در رشته زبان ادبیات فارسی از دانشگاه فردوسی و مدرک دکترا خودش از دانشگاه تهران گرفته. و اشعار فوق‌العاده زیبایی که شفیع کتکنی سروده بسیاریش رو همه ما از حفظ هستیم. ای کاش وطن مثل بدفشه ها می شد که آدم اون، من که حافظم برای شعر بسیار بده، ولی اون شعر معروفش که ای کاش می شد که وطن رو مثل بدفشه ها در کاش توی این گلدون های چوبی و با خود به هر جا برد. دیگه شما ببینید چه افتضاحی کردم من با این شعری که اصلا یادم نیست، با وجود که بسیاری از اشعار دکتر کتکنی رو حفظم، ولی از توان این که شعر از حفظ بخونم ندارم. در هر حال یاد او رو هم گرامی می‌داریم. اخیراً شنیدیم که دکتر کتکنی هم ایران رو به قصد آمریکا ترک کرده برای مدتی که اینجا تدریس بکنه. حالا آیا موندن او در خارج از کشور طولانی خواهد شد یا نه، باید دید. خب آقای سینا، مثل اینکه نتونستیم گیرشون بیاریم. ای بابا بچه به من نگفتی رو خطن. ای بابا متاسفم. خیلی خب پس بریم سراغشون. خانم مسیح علی نژاد صبح شما بخیر. عصر شما در دندان بخیر. آخ من همینجور دارم صحبت میکنم که بردک میکردم. چقدر محبت کردید. داشتم صحبت میکردم از اینی که شما در برنامه‌ای که جایزه کمپین 1,000,000 امضا رو دادن، به کمپین 1,000,000 امضا رو جایزه شدن، اونجا سخنرانی جالبی کردین و برای ما از اون یه گزارشی بدین به عنوان یک خبرنگار. یه گزارش کوتاه و بعد با تونم صحبت بکنیم. خواهش میکنم. جایزه که کمپین 1,000,000 امضا گرفته خیلی جدید نبوده، چون چند این باره که این کمپین جایزه بین‌المللی دریافت میکنه. من فقط به عنوان یک خبرنگار به این مراسم دعوت شده بودم. اول اینکه این جایزه از دو نظر حائز اهمیت بوده. جایزه آنا پولیتیکوفسکایا خبرنگار کشته شده روسی بوده که اولین جایزه رو ناتالیا یک خبرنگار دیگه روسی دریافت کرده بود که سال بعد البته اون رو هم کشتن. و امسال این جایزه رو به یک جریان و یک حرکت تو ایران اهدا کردم که بیشک کشتن رو هست کردم یک حرکت خب به مراتب دشوارتر از کشتن یک خبرنگار یا یک زن مبارز میتونه باشه. چون راستش برای خبرنگار یا یک زن مبارزیانی همچین دور از ذهن نیست که اگر این جایزه رو میگرفت مثل ناتالیا گرفتار ترور بشه یا کشته بشه. برای همین به عنوان یک خبرنگاری که 9 سال تو ایران کار کردم بدون هیچ تردیدی باید بگم که برای دولت و حاکمیت ما هم تو ایران خیلی سخت نبود هست کردن یک روزنامه‌نگاری که صداش مرزهای ممنوعه رو رد کرده یا قلم سفت قرمز رو شکسته. شما فقط 9 سال کار کردید، اینقدر سر صدا کردین خانم مسیح علی‌نژاد.
ما همه رو تقریبا جوان مرگ میکنن تو ایران. من از سال 2005 وقتی از مجلس اخراج شدم دیگه عملا اسمم مثل یک خورده سرطانی و جزامی بوده که نمیتونستم تو حوزه‌های خبری مختلف برم. برای همین شدم ستون نویس روزنامه اعتماد ملی که این روزنامه هم توی انتخابات متعلق با آقای کروبی بوده بسته شده به خاطر افشاگری های تجاوز توی زندان. شما اومدین خارج از کشور، گفتین که دلتون میخواد با آقای باراک اوباما رئیس جمهور امریکا مصاحبه بکنید، به این قصد اومدید و با پشت کاری که شما دارید من حد میزنم که باید موفق بشید و این وقت رو بگیرین. گرفتین تا حالا یا بهتون دادن یا ندادن هنوز؟ فعلا پشت کار ما هست، نمیزنه فعلا منافع مصالح کشورهاست که از اول میزنه. بنابراین برعکس این که دعوت شده بودم یک بار که به هر حال به عنوان یک خبرنگار ایرانی در میزگردی که اوباما تو قاهره داشت من حاضر بشم اونجا، پاسپورت من رو ایران مصادره میکنه و من میزگرد رو از دست میدم. و برای بار دوم وقتی که آقای دعوت کرد من اومدم آمریکا، همزمان شد با خون خونریزی که تو کشور خودمون برپا شد و طبیعتاً اوباما مایل نبود با یک خبرنگاری که متعلق به جریان اصلاح طلب و روزنامه آقای کروبی هست مصاحبه‌ای داشته باشه که مبادا مذاکرات آیندهش یا قضاوت ایران در مورد دولت آمریکا زیر سوال قرار بگیره. همه دیدارهای رسمی لغو شد و من هم همونجوری که تو وبلاگم نوشتم اومدم طرف کاخ سفید، یک دو دیدار هم با وزارت خارجه داشتم و وعده وعیدهایی که حالا دو سه ماه صبر بکنید آمریکا رو ترک کردم و اومدم الان آکسفورد هستم. در آکسفورد انگلیس هستیم. بله. نظرتون خانم علی نژاد راجع به برنده شدن جایزه اسکار میگم چون بیشتر شبیه اسکاره. جایزه سال نوبل اوباما. جایزه سال نوبل اوباما. بله. چیه؟ آقای اوباما که البته برای سال کاری نکرد بشه این جایزه رو بهشون اهدا کرد. منطقه خب جایزه صلح توی جوایز نوبل یک به حال ابعاد سیاسی روشنی هم داره. خب گفته میشه که جایزه رو به خاطر این مثلا میدن که مشوق باشه و تیبونی داشته باشن که کسانی که این جایزه رو دریافت میکنن بتونن حداقل در آینده برای صلح کاری بکنن. من فکر میکنم اوباما این تیبون رو داشت به عنوان رئیس جمهور و خیلی ضرورتی نداشت که یک رئیس جمهور، حالا مثلا خانم عبادی وقتی این جایزه رو میگیره فرصتی بهش داده میشه که توی کشور جهان سوم مثل ایران صداش رساتر بشه و کارهای اساسی تری بعد از اون جایزه انجام بده. ولی اوباما نیاز به این جایگاه این جایزه نداشت چون در واقع تریبون خیلی مهمتری داشت. شما مثل من دلتون سوخت که به جنبش بچه‌ها نرسید. خب الان ایران خیلی دلشون سوخته به خاطر اینکه خب اسم مثلا آقای کروبی هم مطرح شد. ولی نگاه بکنید تنها ببخشید تنها کار صلح طلبانه که میشه گفت الان اوباما انجام داد، چون بقیه همش هست و شعارهایی بوده که اوباما داده و خیلی هم زیبا و قابل ستایش بوده. کار همون بستن از زندان بوده که آقای اوباما این اختیار رو داشته. منتها توی ایران کسی که اختیار نداره مثلا آقای کروبی میاد اون تجاوزا رو افشا میکنه، یا آقای حجاریان مثلا با اون بدن علیل و جانبازش تو زندانه. اگر واقعا قرار بود اینجا، من حالا دارم خیلی داور نیستم، یعنی دارم خیلی بی‌طرفانه حرف نمیزنم، اگر قرار بود جایزه صلح تعلق بگیره باید به یک کشوری تعلق میگرفت که الان در صدر اخبار جهان بوده دیگه. درسته؟ درسته. خب ایران در صدر اخبار جهان بوده توی خشونت هایی که بعد از انتخابات به وجود اومده، بنابراین اینا میتونستن جایزه رو همونجور که خود اوباما الان اومده به ندا مثلا باش قسمت کرده جایزه رو، میتونستن یک پیامی حداقل این جایزه داشته باشه. بله. به روزنامه واشنگتن پست هم گفته منتخب ما برای جایزه ندا اف ایرانه، یعنی این اعتراض کرده به این انتخاب. البته همیشه پشت جوایز صلح این مسائل و این خبرها هستش. حالا خانم علی نژاد به ما بگید که قصد برگشت به ایرانی که دارید حتما. من حتما مثل همه اونایی که الان 30 سال اینجا هستن یا 27 سال یا 10 سال یا 15 سال اینجا هستن وقتی ازشون میپرسیم میگن ما همون موقع اومدیم میخواستیم دو سال بعد برگردیم ولی کم کم شده 10 سال شده 20 سال. من هم اصلا میخوام دو سال بعد برگردم. دو سال بعد. ولی الان در پلو پسرتون پویان هستین و حداقل این هوای تازه مادری و فرزندی رو به اتفاق دارین تجربه میکنین. در هوای تازه شعار آقای لاریجانی بوده توی ایام انتخابات ریاست جمهوری. ما اونجا نتونستیم این هوای تازه رو استشمام کنیم، گفتیم بیاین این و ببینیم هوای تازه این وقت میتونم ازتون خواهش کنم چند دقیقه رو خط باشیم ما بریم و برگردیم چند دقیقه. من میتونم ازتون خداحافظی بکنم و انشالله در برنامه بعدی خدمتتون باشم.
چقدر محبت میکنیم با این دستوری که به من دادی به این محکمی، من چاره جز اینی که فرمون شما رو ببرم ندارم خانم. یه سرزمین آزاد دیگه، ما اگر نتونیم اینجا حرفتون رو به کرسی بنشونیم بعد برگردیم همون ایران قربانی بشیم. نه نه نه، حرفتون رو به کرسی نشوندیم، من بازم هفته آینده میام سراغتون. اگه بزرگ برین ممنونم و خسته نباشید. خدا خدا. عجب بابا، ترسون ما رو. بریم آقای سینا. اگر بعد از تصادفات و درمان هنوز هم از درد رنج میبرید، به سخنان دکتر مهناز مری عظیم همین یک شنبه از ساعت 1 توجه کنید. همین یک شنبه ساعت 1 بعد از ظهر از رادیو ایران. شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت میکنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریل استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466. نگران هزینه جراحی لثه و کاشت دندان خود نباشید. برای استفاده از تسهیلات عالی و قیمت استثنایی با مطب من دکتر فرشید برنا تماس بگیرید. 310-553-1583. یک کلام بشنو از دکتر هما کاتوزیان. یاران، در این بخش از برنامه به شهر ایرواین میریم در جنوب کالیفرنیا و با مهمانی که چند روزی در جنوب کالیفرنیا و در شهر ایرواین مهمان ما هستند و از انگلستان آمدند گفتگو میکنیم. آقای دکتر هما کاتوزیان که استاد دانشگاه مطالعات شرقی آکسفورد هستند و برای برگزاری یک کنفرانس بین المللی در مورد مدرسه البرز در لس آنجلس هستن که این کنفرانس امروز از ساعت 9:30 یعنی یک ساعت دیگه تا ساعت 5:30 در دانشگاه کالیفرنیا در ایرواین برگزار میشه و آقای دکتر کاتوزیان جزو برگزار کنندگان و در واقع کسانی که این کنفرانس رو تنظیمش کردن و برای ما به شهر ایرواین و به جنوب کالیفرنیا آوردن هستند، به اتفاق چند تن از همکاران دیگرشون خانم دکتر نسرین رحیمیه و آقای دکتر تورج دریایی. با دکتر کاتوزیان صحبت میکنیم در مورد اینکه چرا این کنفرانس رو دارن میذارن و در این کنفرانس چه میکنن و به چه مسائلی خواهند پرداخت. آقای دکتر هما کاتوزیان، صبح شما بخیر. صبح شما بخیر همچنین خانم سرشار، خیلی خوشبختم. بندم به همچنین سپاسگزارم که میدونم چون عجله داریم بعد به کنفرانس هم برسین و امروز روز کنفرانسه، ولی دقیقم اومد که در مورد این کنفرانس به این جالبی با شما گفتگو نکنیم. بفرمایید که از کی تصمیم گرفتین در مورد مدرسه البرز و چرا این کنفرانس رو دارید میذارید؟ عرضم که در روز دو سال پیش یکی از دوستان البرزی قدیم من از تهران و آکسفورد من تلفن زد و پیشنهاد کرد که من یک کنفرانس درباره البرز و دکتر محسنی برگزار کنم در آکسفورد. من به او گفتم که از این پیشنهاد جالبیه، ولی محل برگزاری در واقع بهترین محل برگزاری آکسفورد نیست، بلکه در مرکز ایرانشناسی یا مطالعات جامعه و فرهنگ ایران در UC Irvine که دوست عزیز بنده خانم پروفسور نسرین رحیمیه ریاستش به عهده داره. بله و او هم البته با من موافقت کرد، گفت بسیار خوب، از این بهتر میشه. گفتم چون این مرکز به اسم دکتر سامیول جوردنه، سامیول جوردن مؤسسه مدرسه البرز بود، در رأس یک عرض کنم که گروه میسیونر امریکایی پرسبیتریان و این مؤسسه که خانم رحمی اداره میکنه در UCI موقوف است به نام مرحوم دکتر جوردن. این است گفتم اونجا جای مناسب تر اینجاست و در نتیجه با نسرین رحیمی
تماس گرفتم، مسئله رو باش مطرح کردم و او هم خیلی خیلی استقبال کرد و به هر حال دیگه باید عرض کنم که فعالیت های گوناگون رو برای قبیل تأمین مالیه و غیره و بخصوص تعیین و دعوت سخنرانان که هر کدومشون در وجوهی از تاریخ البرز مطالعه کردن، این کارها باید انجام شد تا اینکه امروز ما در خدمت شما هستیم. دستتون در نکنه، چه کنفرانس پرباری هم هست، برنامه‌اش زیر دست منه، منم آمادم بعد از اینکه برنامه تموم شد به سوی ایروان بیام چون دلم می‌خواد در این کنفرانس شرکت کنم. مسئله کالج البرز در تمام سالهایی که ما در ایران مدرسه می‌رفتیم و دانشگاه می‌رفتیم و بزرگ می‌شدیم، به عنوان یکی از معتبرترین مراکز آموزشی ایران به حساب میاد. درست مثل اینکه اینجا بگن که مثلا فلانی داره میره هاروارد، اون موقع اگه کسی به کالج البرز میره یه همچی احساسی رو در شنونده به وجود می آورد. واقعا سطح تحصیل و نوع آموزشی که در کالج البرز میدادن آقای دکتر کاتوزیان متفاوت بود با مدارس دیگه؟ بله خیلی متفاوت بود. این اتفاقا دنبال گفته شما عرض میکنم که در واقع زمانی که من مدرسه البرز میرفتم که در دهه 1330 بود، دو تا مؤسسه معتبرترین مؤسسات علمی فرهنگی در تهران بود، یکی دانشگاه تهران بود یکی کالج البرز. درست. و گذشته از این که سطح تدریس بالا بود، معلم‌ها همه تراز اول بودن، دانش آموزا تراز اول بودن، ریاست مدرسه و ادارش توسط دکتر مجتهدی و معاونش مستوی ماکونی، خلاصه یک محیط فرهنگی اجتماعی کاملا غیر عادی به نسبت اجتماع اون زمان ایران در اون پدید آمده بود. مسئله فقط خوب یاد گرفتن فیزیک یا ریاضی یا از کنم شعر فارسی نبود، از اون فراتر میرم. بعد مثل اینکه آقای دکتر مشتری خیلی هم سختگیر بودن در مورد روش و رفتار و منش بچه ها و بعدم گویا یک تنها یا اولین مدرسه بود که مصاحبه داشت، یعنی اینترویو میکردن بچه ها رو برای اینکه قبولشون بکنن. بله 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 بله، این چیز پذیرش بر اساس سابقه تحصیلی بچه ها بود که می آمدن، یعنی اینکه استانداردی که بهش رسیده بودن و مصاحبه و عرض کنم ارزیابی شخصیت. آقای فریبرز، دکتر فریبرز یا فریبرز مسیح، نمیدونم دکتر حسن یا نه، که این مرکز سامول جوردن رو در دانشگاه یو سی آی گذاشتن، ایشون هم خودشون محصول البرز بودن؟ بله. آها، خب پس یعنی به واقعا در قدردانی از مدرسه که در اون پرورش یافتن این مرکز رو به وجود آوردن. خب این کنفرانس یک روزه در چند بخش آقای دکتر کاتوزیان؟ ما در سه بخش هست الان دارم برنامه جلومید سه یا چهار بخش، به هر حال موضوعش بررسی وجوه گوناگونه مرسه البرز حتی معماریش یعنی تا این حد ما دقت کردیم که اصطلاح تمام وجوه گوناگون تاریخ تأسیسش ارز کنم نقش جردن، نقش مستعدی، نقش معلمان، نقش دانش آموزا غیره، اینا همه پوشش بود پیدا بود. و در مورد معلم‌ها اینا، یعنی در واقع این کنفرانس رو میشه یه گرده همایی یا ریونیون بچه‌های مدرسه البرز دونست یا آزاده برای همه که میخوان بیان و گوش بدن ببینن یه بخشی از فرهنگ و به زندگی سالیان گذشته یا دهه‌های گذشته ایران چطور بوده؟ بله نه، کنفرانس روی همه بازه و این هم اعلام شد از ابتدای وقتی که ما برنامه‌اش اعلام کردیم و چیز نیست، در واقع محدود به ریونین هم نیست، خیلی وسیع‌تر از اینه، برای اینکه کنفرانس جدی آکادمیکه برای بر اولین بار این پدیده کالج و مدرسه البرز رو که نزدیک 150 سال سابقه داره به طور اشکنم علمی بررسی بود. آقای دکتر کاتوزیان، کالج البرز همچنان بعد از انقلاب هم بازه، یعنی کار میکنه به همون سبک و سیاق یا تغییری داشت بده؟ والا هنوز وجود داره و یکی از مدارس بالاتر از متوسط تهرانه، ولی دیگه اون اشکنم به قول سعدی گفت دیب زنختانش رو دیدم چون به گردی میکرد. من که رفتم اونجا و دیدم چند سال پیش، نه اون دیگه اون داستان به قول سیف به قول ملک شعران میرسد
بانگ سلیمان ولی از عالم گور. آخه اون رو درباره مجلس میگه. منظورم سلیمان میرزا بود. و غم انگیز بوده پس براتون. بله. یه مدرسه متوسط بار بالاتر از متوسطی هست ولی بسیار زیادی از زمیناش رو پلی‌تکنیک گرفته و خودش هم زنگ و روش رفته و عرض کنم که نه دیگر اون مقام نده. احتمالاً بعد از این کنفرانس یک روزه و این سخنرانیه که سخنرانانی مثل آقای دکتر شهابی، آقای دکتر علی قیصری، خود شما، نسرین رحیمی، فرزین وحدت، کامران صفامنش و بهرام بیانی و مهدی زرقامی و بسیاران دیگر شرکت دارن، نوشته ها و سخنرانی ها حتما قصد این رو هم دارید که طبق روالی که اینجور کنفرانس ها دارن اینا رو در یک کتاب جمع‌آوری کنید. آقای دکتر حالا شما چنان که ممکن اطلاع داشته باشید بنده سردبیر مجله ایرانی استادیس هستم که نشریه انجمن بین‌المللی ایران شناسی. ما با نسرین صحبت کردیم، من پیشنهاد کردم که ما این مقالات رو جمع بکنیم و در یک ویژه‌نامه اون مجله به چاپ برسونیم. بسیار کار فوق‌العاده دارید میکنید، خسته نباشین. تا ساعتی دیگری که من خدمتتون برسم و دوستان دیگر، اعلام بکنم که این برنامه از ساعت 9:30 صبح تا 5:30 بعد از ظهر در کریستال کاو اودیتوریوم در دانشگاه ایرواین هست و توسط مرکز ساموئل جوردن برای مطالعات ایرانی، مطالعات فرهنگ ایرانی برگزار میشه و به دیدار آقای دکتر هما کاتوزیان، خانم دکتر نسرین رحیمی، دکتر تورج دریایی برگزار کنندگانش و سخنرانان اونها خواهیم رفت. موفق باشید و به امید دیدار. تشکر. رضاپور چشم پزشک با فوق تخصص قرنیه همین یک شنبه ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر از مرکز لیزر اپتیک سنتر در مورد تازه های چشم پزشکی با شما سخن خواهد گفت. 310-657-3200. برای خرید و یا لیس انواع اتومبیل های مرسدس بنز با من شان فرحمند در داونتاون ال ای موتورز تماس بگیرید. 800-994-3852. دکتر هومن مهدیون، متخصص قلب و عروق، تشخیص به موقع و درمان بیماری های قلب و عروق برای جلوگیری از سکته های قلبی و باز کردن رگ های گردن برای جلوگیری از سکته های مغزی. دکتر هومن مهدیون، 310-289-9955. یک هنرمند، یک اثر. خب یاران، در این بخش از برنامه به سراغ یک بانوی هنرمند ایرانی میریم، یک آهنگساز، یک نوازنده آگاه و چیده دست تار و یک رهبر گروه لیان که در طی این سالها در خارج از کشور فعالیت‌های او و یارانش در گروه لیان برای بسیاری از ما افتخار آفرین بوده و جدیدترین کاری که و همکاری که این بانو پیرایه پورآفر همراه با هومان همسر گرامیش و همراه زندگیش دارن انجام میدن که برای جامعه ایرانی باز هم باعث افتخار زیاد هست، همکاریشون با یک تئاتر بسیار راده و معتبر آمریکایی است به نام مدعا که هنرمند معروف آمریکایی که جایزه اسکار هم تا به حال برده، آنت بنینگ که نامش و چهرش برای همه شما آشناست، نقش اصلی این تئاتر رو داره و پیرایه و هومان هم در این دعوت شدن که در این تئاتر و در این نمایشنامه با گروه آمریکایی همکاری بکنن که در فروید پلی هاوس دانشگاه UCLA از سپتامبر 23 شروع شده و تا 18 اکتبر هم ادامه داره و یکی از نمایش هاست که نقد فوق‌العاده خوبی از طرف
نقنویسان هنری گرفته با خود پیرایه در زمینه این تئاتر صحبت بکنیم. این نمایشنامه و نقشی رو که گروه هنرمندان ایرانی در اون دارن. صبح شما بخیر خانم پیرایه پورافهم. سلام، صبح بخیر خانم سرشار. خیلی متشکرم که من رو به برنامه خودتون دعوت کردیم. متشکرم. سپاسگزارم از شما که به برنامه من اومدید. خب در مورد این نمایشنامه مدعا برای ما کمی بگیرین. نمایشنامه آیا همون نمایشنامه قدیمی اسطوره‌ای یونانی است یا اینکه یه برداشت تازه است از این نمایشنامه؟ در واقع یک برداشت جدیدی هستش از همون نمایشنامه که خانم لینکا کارگردان برنامه این رو آورده و مضمون‌های اجتماعی رو در حال حاضر اضافه کرده به یک نوعی با اون داستانی که 2000 سال پیش نوشته شده توسط یوریپیدس. بله بله بله. خب چه جوری اون وقت اینو در هم آمیختن با موسیقی ایرانی این نمایش رو؟ این برنامه در واقع شروعش توسط لینکا و هومان پورمهدی شروع شد در دانشگاه کلارت زمانی که حدودا 3 سال پیش که لینکا در دانشگاه کلارت یه مدت کوتاهی رو در قسمت تئاتر دانشگاه درس میداد این نمایشنامه رو بردن بالا و اونجا اولین برخورد با موسیقی ایرانی شروع شد و لینکا خیلی از موسیقی ایرانی خوشش اومد. در عرض 3 سال گذشته یک سری نشست ها ما با هم داشتیم و ایده هاشو گرفتیم و بعد از اون از ما خواست که برای موسیقی این تئاتر ما موسیقی بنویسیم. خب و هومان و بنده موسیقی نوشتیم و همکاری آقای مانی بلوری، براهیم فریبگانی که عود می نوازه، آقای مانی بلوری کمانچه می نوازن و آقای رندی گلاس که تنبک و دف می نوازن. در این برنامه در واقع یک مجموعه 5 نفر است که کاملا موسیقی سنتی رو ما اجرا می کنیم، در حالی که گروه کور اونجا چون در نمایشنامه های قدیم یونانی که از اصل نمایشنامه وجود کور بوده. درسته. که ایشون همچنان این کار رو ادامه میده که این باز برمیگرده به ریشه اصلی نمایشنامه، در حالی که الان وقتی که نمایشنامه ها رو میبرن بالا از کور خبری نیست و 12 خانم بازیگر و خواننده در این نمایشنامه هستن که موسیقی رو که موسیقی ایرانی به انگلیسی میخونن. چه جالب. که پس اینا همش روی صحنه زنده اجرا میشه؟ بله بله، همش صحنه. یعنی شما و گروه شما روی صحنه هستی تمام مدت که داره تئاتر اجرا میشه و در بخشهایی روی یعنی موسیقی میشنویم و کور میخونه و بله بله. ادغام بازی. باید چیز جالبی باشه. خیلی نقدهای تحسین برانگیزی گرفته این نمایش. الان چند تا اجراشو کردین خانم؟ الان 22 اجرا تموم شده، چون در واقع از 18 اکتبر شروع شد تا 23 پریویو بود و از 23 به بعد در واقع شروع شد. ما 27 تو سپتامبر از 18 سپتامبر. بله بله سپتامبر از 18 اکتبر در واقع شروع شد و 18 سپتامبر تموم میشه که 18 اکتبر تا 23 اکتبر پریویوش بود. بله بله. همه این را البته منظورتون 18 سپتامبر بازم تصحیح بکنم که دوستان بدونن که هنوز ادامه داره. بله بله تا 18 من ببخشید با تاریخ من همیشه مشکل دارم. نه نه من چیز مشخص 18 اکتبر در واقع آخرین اجرا هستش که هنوز 8 اجرای دیگه اشتباه نکنم یا 7 اجرای دیگه مونده در فروید پلی هاوسی که در منطقه وستوود داره برگزار میشه. بله بله خود UCLA دیگه. بله خود UCLA. خب شما بعد از اینکه این برنامه تون که 18 اکتبر تموم میشه دارید یک برنامه دیگری به نام دایره اتحاد اگه اسمشو بله بله درسته درسته سیرکل اف یونیتی بله. در هنن تیتر مونسن سین میریز کالج هم دارید روی صحنه میبرید بازم بله. این یکی از کارهای خودتونه؟ بله اتفاقا این برنامه یه که بعد از مدت ها ما با آقای خسرو انصاری مجددا همکاری داریم میکنیم با هم دیگه و یک گروه هم هستن که از تووا دارن میان که اینا همشون تروت سینگر هستن که باید اینو بگم که تروت سینگر زمانی که دارن میخونن چندین صدا از گلوشون در میاد که 4 نفرن، یک خانم و 3 آقا که اینا همزمان با هم میخونن و هارمونی که صداشون به هم دیگه مکمل هم دیگه میشه، صداهاشون رو هم دیگه مثل هارمونی میسازن و صدای بسیار جالبیه که اینها کسایی هستن که بیشترشون شامن هستن یا بودیست هستن و موسیقی در واقع عرفانی خودشون رو اجرا میکنن
و کاری که ما تو این برنامه اجرا خواهیم کرد، یک قسمت برنامه رو اونا اجرا میکنن، یک قسمت رو ما اجرا میکنیم که کاملا موسیقی سنتیه. و بعد یه قسمتی آنتراک هستش و مجددا برمیگردیم و با هم یه قسمتی رو میزنیم. در واقع این کنسرت ما یه سیدی جدید به بازار الهی خواهیم داد که سیدی هستش به نام پنجره که با هم اینا ما سال پیش ضبط کردیم. آها. پس یه بازم اینم یک همکاری دو ملیتی است در واقع انجام میدید با این گروه و اون هم باید یه برنامه جالبی باشه. چقدر از شما و هومان پیرای عزیز کمک میکنید برای اینکه موسیقی ایرانی رو و فعالیت هایی که در این زمینه انجام میدید، موسیقی سنتی ایرانی رو به جامعه خارج از ایرانی ببرید و این خیلی جای قدردانی داره. و اجازه بدید که من از طرف همه ایرانیان از شما و هومان و گروهتون سپاسگزاری بکنم برای این همه زحمتی که میکشید و در کنار این زحمتی که میکشید یکی از بزرگترین ویژگی های شما و گروهتون این هستش که بسیار هم متواضع هستین و در نهایت تواضع از کارها و فعالیتاتون صحبت میکنین، در حالی که بسیار فعالیت های پرباری هست و در طول این سالها همه ما دیدیم که هرگاه شما روی صحنه رفتین و برنامه رو اجرا کردین با احترام به بینندگان و حضاری که اونجا هستن و همینطور با احترام فوق العاده زیاد به موسیقی سنتی که شما به درستی از شما و هومن و گروهتون آگاه هستید و اجرا میکنید این برنامه رو هدیه میکنید به کسانی که اونجا هستن و از این بابت یک دستمریزاد گنده دارید. شما لطف دارید، خیلی ممنون. خودشون بفرمایید. من می‌خواستم ببینم که از نتیجه کارتون با خانم انت بنینگ هم راضی هستین، اون هنرپیشه‌ای که خب بالاخره تابال چندین بار کاندیدای جایزه اسکار شده برای فیلم بینگ جولیا یا امریکن بیوتی یا گریفترز و بعد یه هنرپیشه درجه یکی که باشه، کار رو چگونه دیدین؟ من کلا چیزی رو که توی این برنامه واقعا لذت می‌برم قبل از هر چیزی همکاریم با گروه لیانه. چون افرادی که تو این گروه دارن میزنن افرادی هستن که همشون دارن در واقع یه قسمتی رو اجرا میکنن. نمیشه حقیقتا گفت که آقای مانی بلوری کمتر از من داره کار میکنه یا آقای فریبگانی یا آقای رندی گلاس کمتر از هومان یا بنده دارن کار میکنن. چون واقعا همه در آن واحد دارن تو صحنه کار میکنن. خانم انس بنینگ بسیار خانم متفاوتیه و تمام هنرپیشه‌هایی که در این تئاتر دارن بازی میکنن همشون هنرپیشه‌های بسیار مطرحی هستند و یک لول کاملا حرفه‌ای رو شما میبینین که چه از نظر ستینگش با ریچارد هوور که ریچارد هوور کسی بودش که ست دنس من دد من واکینگ رو درست کرده بود، یک واقعا انسان بسیار بسیار هنرمنده، تجربه خیلی زیباییه. اتفاقا آقای اسدالله‌ای تشریف آورده بودن برنامه ما رو و گفتن ببین چه لیولی اینا دارن کار میکنن و تو چه حدی همه چیز نور پردازی، صحنه پردازی، هنرپیشه ها همشون واقعا بسیار بسیار خوبن. منتها هنوز وقتی که نگاه میکنن افتخار میکنن که با افراد گروهی که الان گروه لیان رو دارن میسازن همکاری میکنن، چون یکی از یکی واقعا هنرمندتر و واقعا برای من قابل افتخاره که این دوستان با ما همکاری میکنن و صحبتی که شما فرمودین نظر لطفتونه، اما این واقعا محبتیه که افراد دارن همه به مدعوینی که میان و ما همیشه خودمون رو مسئول دونستیم که موسیقی ایرانی رو به گوش غربی ها برسونیم، چون ما اینجا زندگی میکنیم و فقط برای دادن کنسرت ما در واقع بالا نمیریم. البته اونم خیلی خوبه، هیچ صحبتی نیست، ولی یک وظیفه دیگه برای خودمون گذاشتیم که تا زمانی که اینجا هستیم هدفمون اینه که موسیقی ایرانی رو بتونیم به غربی ها بشناسونیم. به قول فروغ پرواز رو به خاطر به سپار پرنده مردنی، چون ماها میریم هممون و اگر بتونیم کاری رو بکنیم که روی شانکار یا علی اکبر خان 70 سال پیش کردن که الان هر جا میریم تو دانشگاه ها یه دیپارتمنت موسیقی هندی هست، ولی موسیقی ایرانی هنوز خودشون رو باز نکرده، جای خودش رو باز نکرده، پیدا نکرده، با اینی که ما 30 ساله که در واقع جلای وطن کردیم، اما موسیقیمون هنوز اونطور شناخته شده نیست بین غربی ها و هدف ما این بوده که در واقع موسیقی ایرانی رو بشناسونیم و
غربی ها. تا اینجای کارتون که بسیار موفق بودین، برای ادامه کارتون هم آرزوی موفقیت بیشتر میکنم. خانم پیرایی پورآفر از گروه لیان و هنرمند بسیار صاحب نام و مشهور ایرانی که هم اکنون به اتفاق گروه لیان در نمایشنامه مدعا که در فروید پلی هاوس وست‌وود اجرا میشه و تا 18 اکتبر هم برنامه دارند مشغول کار هستند و روز 25 اکتبر در هنن تیتر مونت سین مریز کالج به برنامه سیرکل اف یونیتی رو میبرن روی صحنه. کسانی که علاقمند هستن میتونن با تلفن 310-477-8617 اطلاعات بیشتر رو در مورد برنامه های گروه لیان و همینطور این برنامه هایی که الان روی صحنه هست از دوستان گروه لیان بگیرن. سپاسگزار شما هستم خانم. شما لطف کردین، ممنونم از روز خوبی داشته باشین. شما هم همینطور، قربان شما، متشکرم. ما ترسی زهجران خرابات، زهجران خرابات. شهنشاه یکی باز نهاد است، شهنشاه یکی باز نهاد است. دوستان، همونطور که در آغاز برنامه گفتم، برنامه امروز ما یک ساعت هست و به پایان ساعت اول و برنامه امروز رسیدیم. در پایان برنامه اجازه بدید که از چند برنامه مختلف هنری که در شهر هست این هفته با شما صحبت بکنم. امشب همونطور که میدونید در ویلشری بل تیتر گروه آقای رحیم شهریاری موسیقی های آذری رو اجرا می کنند و در رویس هال گروه شمس برنامه خودشون رو دارند که در ساعت دوم در این زمینه حتما بیشتر می شنوید. فردا یک شنبه 11 از ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر امضای کتاب، در واقع نوشتن امضا و بعد در داخل پرانتز نوشتن مهر، مهر کتاب عشق به زندگی نوشته سورنا واثقی
Love Your Life که به انگلیسی است انجام خواهد شد. سورنای 31 ساله که دچار فلج هست، سربرال پالیسی، یعنی کمبود اکسیژن در مغز هنگام تولد، روی صندلی چرخ داره و دستا حرکت نمیکنه و صحبت هم نمیتونه بکنه، ولی این کتاب رو نوشته. دیدار او دیدار فوق العاده مؤثری خواهد بود، برای اینکه با چنین مشکلات و کمبودی که داره از نظر جسمی، ولی بسیار انسان روشنی است در مورد کارهایی که انجام میده. و کتابی که نوشته به نام Love Your Life، عشق به زندگی، یکی از کتاب‌های خوندنی است. به دیدار او میتونید برید در شرکت کتاب از ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر. امضای کتاب سورنا واسقی. همینطور روز یک شنبه برنامه انجمن والدین ایرانی امریکایی One Life to Live هست که از ساعت 2 تا 5 در بیولی هیلتون، یعنی میشه همجور به صورت ماراتون این برنامه ها رو رفت. برای آگهی هاش رو شنیدید، برای جوانان و نوجوانان و مسائلی که برای اونها پیش میاد، دوست عزیز ما خانم دکتر ناناز پیرنیا و یارانشون در این انجمن با همکاری رادیو و همینطور شریف لیباکا این برنامه رو گذاشتن که برای آشنا کردن نوجوانان به مشکلاتی هست که سر راهشون قرار داد. فردا شب، یک شنبه شب، همکار و دوست عزیز ما آقای حسن خیاط باشی نمایشنامه مهندس بیلی و حقوق بشر رو که توسط او و گروهی از همکارانش روی صحنه خواهد رفت در ویلشر ایبل تیتر روی صحنه میبرند. فردا تلفن اطلاعات 818-582-3560 هست و برای همه علاقمندان این در واقع مژده رو میشه بدیم که نخستین بار است که حسن خیاط باشی در خارج از کشور روی صحنه میره و فردا شب به دیدار او خواهیم رفت و در کنار علاقمندان و طرفدارانش بنشینیم و ببینیم که از حقوق بشر چگونه میخواد آقای حسن خیاط باشی در شعر مهندس بیلی طرفداری بکنه و به درد ما برسه. در روز چهارشنبه این هفته که دومین چهارشنبه ماه هست و هر دومین چهارشنبه ماه گروه هنرمندان هنرهای تجسمی ایرانی ویژوال آرتیست برنامه دارن، دوستا هنرمند گرامی عباس حجت پناه سخنرانشون هست، هم فیلم نشون میده، هم سخنرانی میکنه و هم نمایشگاهی از آثارش اونجا داره. روز چهارشنبه 14 اکتبر ساعت 6:30 بعد از ظهر، از 6:30 تا 10 در انسینو کامیونیتی سنتر واقع در 4935 بالبوا. این دیدار ایرانیان هنرمندان گروه تجسمی ایرانی هست و دیگه عرض بکنم خدمتون که با توجه به تمام برنامه‌هایی که در شهر هست، اجازه بدید که این نکته رو هم من عرض بکنم که فرصتی است برای انتخاب بهترینی که میشه رفت و حمایت از بهترین هنرمندانی که میشه برای جامعه ایرانی افتخار بیافرینند. بنابراین هر چند بعضی ممکنه بگن این برنامه‌های کنسرت‌ها و برنامه‌ای که رو صحنه هست زیاده، تعدادشون زیاد بوده و زیاد الان هم زیاد هست، ولی این حسن رو داری که انتخاب، حق انتخاب رو میده که ما بهترینش رو انتخاب بکنیم و همطور که از قدیم هم گفتن مشکان است که خود بگوید نه آن که اتار بگوید. باید بریم و ببینیم که کدومشون رو بیشتر به دلمون میچسبه و به دیدار همون بریم. خب سپاسگزاری میکنم از لطف شما. دومین ساعت برنامه رو میسپارم به رادیو و همکار دیگرمون خانم طناز فتحی که با شما خواهند بود برای ادامه برنامه. روز و روزگارتون بخیر. با عذرخواهی از دکتر صدرالدین الهی، هادی خرسندی و خانم گلاویژ معتمدی که امروز برنامهشون اجرا نشد، هفته آینده همه ما در 2 ساعت معمول خودمون در خدمتتون خواهیم بود. خدا نگهدار.